افتخار میکنم که در کنار شما هستم، چون اینجا زادگاه قهرمانان، زادگاه شیراز، زادگاه کسایی هستند که همیشه در کنار مردمشان، ملتشان، از خاکشان، از وطنشان دفاع کردند. ما یک هفته در سرپل بودم، امروز از سرپل اینجا آمدیم. در سرپل هم قهرمانای وجود داشت اونجا. متاسفانه در این اواخر دشمن با تبلیغات منفیش و با تبلیغاتی که علیه مردم ما داشت، در بعضی جایا بعضی سربازای ما را، بعضی نیروهای پیشای مردمی و مردمی ما را اونا اقفال کردن و با اونم چالشایی که داشتم متاسفانه یک تعداد ما حمایت کردن نتونستیم تسلیم شدن. ما در بعضی جایا کمیاب کاسیای خود داشتیم، او را میپذیریم، ولی امروز آخرین جای برای ما شما شهر میمنه آمده در فاریاب. ولسوالی هایی هم که مونده در مثل بلچراغ و مثل گرزوان، من پیشتر امروی ولسوال صاحب رحمانی صحبت کردم، امروی برادرهای دیگه ما که در بلچراغ صحبت کردم، خوشبختانه او با یک مورال قوی کمرشان در دفاع بسته است از ولسوالی ها. خدا کنه که ما بتونیم او را حمایه بکنیم. ما براتون یک چیز را تعهد میکنم که ما امشب با امروی لوی دریس صاحب صحبت کردیم، امروی رئیس اپراتون هم صحبت کردم، کماندان صاحب عملیات های خاص هم با اونان صحبت کردم، در تلاش ازی هستیم که ما با هر امکاناتی که وزارت دفاع ملی داشته باشد، او را انشاءالله از نظر مهمات، یاشا و تیل و آن چیزی که ضرورت است برای ما شما را اکمال میکنیم و همچنان قوت های خاص خواستیم که امشب انشاءالله تا فردا میرسه برای ما شما در کنار ما شما علیه این مزدورای وطن انشاءالله میجنگند. و خوشبختانه وقتی که چراهای بشاش شما را، چراهای شما را که من میبینم، من خودم با واقعیت با انرژی میبینم، با مورال میبینم و دیگه هم شما را دیده با انگیزه تر میبینم خودم را. دشمن هیچ توانی از این نداره که در شهر میمنه داخل شود. من مطمئن هستم اینجا قهرمانای است که از این وطن دفاع میکنه، اگر ما باشیم و یا نباشیم. این خاک ماست، این وطن ماست، اینجا نوامیس ماست و اینجا زادگاه ماست و ما از اینجا دفاع میکنیم. به هیچ وجه به دشمن اجازه را نمیدیم. با بازوهای بازوان توانای شما از این خاک دفاع میکنیم و از شهر دفاع میکنیم. مطمئن هستیم ان شاء الله ما در کنارتان هستیم، هر آنچه در توان کلوری صدر میشاین است در اختیار ما قرار میگیرم. مطمئن باشین برادرها و قمندانایی که همیشه در این خطوط اول در اینجا دفاع کردن از شهر، باز هم یک شجاعت دیگه، یک غیرت دیگه، یک همت دیگه به کار است. ما و شما یک قیامی سرتاسری علیه دشمن در این ساحه ان شاء الله راه اندازی میکنیم و آنچه که نیروهای امنیتی تان داره در اختیارتان است و خیزشا و مردمای دیگه که مثل وکیل صاحب باری آمدن اینجا، مثل رئیس صاحب باری آمدن اینجا و دیگه قماندانایی که هستن، اینا نماینده خاصی مارشال صاحب هستن اینجا و دیگه برادرها و جهادی ها و قماندان ها و مجاهدینی که از اینجا مثل استاد هستن که در کنار ما شما استاد هستن که همیشه بودن. ما بسیار زیاد سپاسگزار هستم. به خیر و سلامت باشین. کس اجازه نمیتیم کسی شهر بره از وکیل صاحب ها، رئیس صاحب ها، کسایی که داخل هست دلیوا نیاین، اجازه براتون نمیتیم. پروازا برای شما نیست، بند است، سلام براتون توزیع میشه. از نمی شرطی کو وکیل صاحب، رئیس صاحب، کسایی که هستن از دولت ماش نگرفتن، ماش گرفتن، براتون اجازه نیست. لیوا دروازه سرتون بند است. ما به شمول قماندان صاحب لیوا، ما و کسای دیگر، رئیس صاحب امنیت، قماندان صاحب امنیت، لیوا جای ما نیست. جای ما کجاست؟ خط اول است. جای ما کجاست؟ سنگرای است که ما در اونجا میریم و از این مردم و ساحه دفاع میکنیم. ما دیگه در لیوا نمی باشیم، در ولایت نمی شینیم، در قماندانی نمی باشیم، در ریاست نمی باشیم و با سربازای خود، با اینمی مجاهدین و با این قهرمانایی که همیشه از خطوط اول دفاع کردن، با اینا یک علیه دشمن میتنگیم، میرفیم و از این شرط دفاع میکنیم. انشالله که دشمن توان مبارزه را در صورتی که ما اتحاد باشیم، اتفاق باشیم، کمرمان برای دفاع از این وطن، از این مردمی که همیشه رنگ دیدن، همیشه دشمن علیه ازیا بوده، یا دفاع بسته باشه، دشمن توان مبارزه را با ما نداره و ما هستیم در اختیارتان، در کنارتان با قوت هوایی و زمینی. انشالله همه امکانات فراهم میکنیم، کمر بسته علیه دشمن میجنگیم. در نظام ها تغییر و تبدیل یک اصل است و امروز ما و شما با یک تن از برادرای قهرمانمان و سنگرداران فاریاب با ایشان خداحافظی کردن و اونا مستر خدمت به یک از ولایات انجوار ما و شما، البته لیوای دوم ما در شبرغان خواهد شدن. دگروال صاحب انصاف الله خان قبلا بیشتر از 15 ما را با ما و شما یک جای اینجا در سنگرای داغی فاریاب بودن و با یک نام نیک و خوب از اینجا رخصت شدن و به خیر کارایشان به شبرغان و سرپل آغاز خواهد کردن و خوشبختانه با یک تن از قهرمانان و سنگرداران دیگر فاریاب که بیشتر از هر کسی دیگر، بیشتر از ما و بیشتر از سایر نیروهای امنیتی یک فاریابی گفته برش میتانیم ما که دگروال صاحب ویس علمدار است، با اینا
امروز ما و شما یک جای جشن تقررشان را میگیریم و امیدوار هستیم که قمندان صاحب علمدار برای امنیت بهتر و خوبتر مردم فاریاب مفید و مؤثر باشند. و همان طوری که جناب والی صاحب گفت، مردم فاریاب، علمای فاریاب، متنفذین فاریاب همیشه در کنار نیروهای امنیتی بودند و هستند و با آمدن قمندان صاحب ویس علمدار که حدودا 10 سال را قبلا در اینجا گذشتانده و با تمام اراضی فاریاب بلدیت کافی داره، با مردم فاریاب شناخت خوب داره، به تمام معنا انشالله هماهنگ و حامیشان هستین و میباشین، ما مطمئن هستیم انشالله. و به نمایندگی از رهبری قول اردوی 209 شاهین، ما میخواهیم اطمینان بتون برای شما که ما زمنی از اینکه فاریاب را من خانه خود میدانم، ولی وظیفه ایمانی و وجدانی ما است، ما تا بتانم هر آنچه در توان قول اردوی 209 شاهین باشه، پرسنل لوای اول در اینجا تنها نمانیم، در کنارشان باشیم و با شما یک جا علیه دشمن مبارزه بکنیم و ما انشاءالله در کنار لوای اول و در کنار مردم فاریاب خواهیم بود و انشاءالله دشمنان مردم هر قسم ضرباتی که در توان ما باشه برشان وارد میکنیم. میخوایم یک پیام کوتاه به طالبا داشته باشم از این آدرس. به طالب میگم برادر، در صفی که تو علیه من قرار داری او صفی نامشروع و مزدور است. برادر، در صفی که تو علیه من قرار داری و میجنگی او صفی اجنبی و اغیار است. برادر طالب، در صفی که تو علیه من قرار داری او صفی پنجاب است و تو مالیات و امکانات مردم افغانستان از مردم بیچاره و فقیر این ولایات شمال ماهانه و سالانه به بودجه پنجاب افزایش میدی. شما ببینین یک موتر باربری که از مزار حرکت میکنه تا فاریاب میاد، چند جای مسئول میشه توسط طالبان و ماهوار میلیاردها افغانی، میلیون ها افغانی به جیب کی میره؟ به جیب پاکستان میره و او را دوباره و تسهیلات و مهمات میخرن و دستی از یا قرار میتن و اینا وطن ما را پس خراب میکنن. طالبی که به بزرگ ما، به خواهر ما، به مادر ما، به پیچ سفید و موی سفید ما رحم نداره. طالبی که مکتب ما را میسوزانه، آتش میزنه. طالبی که مدرسه و مسجد ما را خراب میسازه. اگر طالب مسجد را سنگر نسازه، چرا نیروهای امنیتی و مسجد هدف قرار بدن؟ اگر طالب کلینیک را سنگر نسازه، چرا نیروهای امنیتی و کلینیک هدف قرار بدن؟ اگر طالب مکتب را سنگر نسازه، ما کور شویم و مکتب را هدف قرار بدیم و مکتب را تخریب بکنیم. مکتبی که خود ما، دولت ما تعمیرش آباد کرده، ساخته و به خاطر جوانای وطن ساخته تا وطن ما در آینده شگوفا و آباد شود. در آخر پیامم باز هم برای طالبان همی است. تا برقراری صلح دائمی و صلح واقعی در کشور ما علیهتان قرار داریم و می جنگیم، بدون از اینکه شما صلاحتان را به زمین بمانین و با دولت یک جای شوین، در کنار ملت برای آبادانی و شکوفایی وطن و مردم من کار کنیم، دیگر راه چاره‌ای بر شما نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.